بازم پنجشنبه هاست و طبق اظهاراتی که در پنجشنبه‌هایش گذشته شده، از اونجا که بورس و ادارات و روزنامه ها تعطیل هستند، ما هم برنامه‌مون متفاوت هست. سعی میکنیم در پنجشنبه ها با فعالان اقتصادی البته موفق دیدار داشته باشیم و با اونها گفتگو داشته باشیم، یا بعضی برخی هاشون رو زندگیشون رو پخش بکنیم و خلاصه به اونها بپردازیم. اکثر این موارد مواردی است که مربوط می شود به فعالان اقتصادی، البته استثناها هم داریم. اما قبل از اینکه امروز بپردازیم به گفتگو با محمد ناظریان، طراح و تولید کننده انواع درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای و مشکلات این صنف، اشاره بکنم به یک یادداشت کوتاه که توجه من رو سر صفحه به خودش جلب کرده بود. آقای سید علی محمودی یادداشتی نوشته تحت عنوان سگانه لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و لیبرال سوسیال دموکراسی. در این مورد چیزی که جلب توجه من کرده اظهارات آقای عبدالکریم سروش بوده و کسی که در اوایل انقلاب سر و صدای زیادی داشته و حرارت زیادی به خرج می‌داده در گفتگوها و مناظره با دگراندیشان. ایشان نقل شده که گفته است ای کاش سوسیال دموکراسی شدنی بود، دریغا که نیست. لذا به لیبرال دموکراسی با همه اشکالاتش و با کوشش در رفع آنها باید دلخوش و پایبند بود. خوشحالیم که آقای عبدالکریم سروش میگوید باید به لیبرال دموکراسی دلخوش و پایبند بود. پایبندی ایشون به لیبرال دموکراسی یک تحول بزرگ است. اما حالا میبینیم گفتگو با آقای ناظریان رو، آقای محمد ناظریان رو، و گوش میکنیم به مشکلاتی که این حرفه داره، تولید انواع دربهای اتوماتیک شیشه ای که در روزهای کرونایی بسیار کارآمد هست. درود خدمت شما بزرگوار، سپاسگزارم از حسن دعوتی که داشتید و ممنون از حسن توجهتون به این مارکتینگ و خصوصا این صنعت که بالحق باید به دیده صنعت نگریسته بشه. حاشیه درب اتوماتیک علارغم آنچه که ما در مارکتینگش میبینیم شوربختانه دارای اتحادیه نیست، دارای اتحاد فعالین این حوزه هم نیست، اما همچنان مدت 20 سالی است که در عرصه ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و همه حوزه‌های مختلف، بانک‌ها احسن، داره استفاده میشه و انواع اقسام استانداردها رو هم دارن اکثر همکاران عزیزی که در این صنعت فعالیت دارن. نکته دیگر که جزء شوربختی‌های این مارکتینگ هست، استانداردهای جهانی بر حسب برندهای خاص تعریف شده، اما استاندارد کشوری هنوز تعریف نشده. بر این مبنا ما سعی کردیم که یکی از مواردی رو که تو همین شرایط که به درستی فرمودید شرایط کرونایی روی استانداردهایی است که درب اتوماتیک میتونه فراهم کنه برای تردد مطلوب‌تر، آسایش و آرامش و بهداشت محیطی و فردی مطلوب‌تر برای افرادی که دارن از درب‌های اتوماتیک استفاده می‌کنن. خب عدم تماس دست می‌تونه کارایی بسزایی داشته باشه. این نکته ایست که ما رو بران داشته یک نگرشی داشته باشیم روی حوزه خاص از مشتریانمون در اقصی نقاط مارکتینگایی که میشه ازش استفاده کرد و همینطور همکاران ما که میتونن توی این حوزه فعالیت کنن. من پیشنهاد میدم به همه عزیزان هموطنم که امروز روز از دربای اتوماتیک استفاده کنن. همکاران ما تو این بازار و تکنیسیان های خاص این بازار در خدمتشون خواهند بود که به بهترین شکل و با بالاترین مشاوره لازم که کیفیت مطلوب رو داشته باشه اطلاعات بهینه رو بذارن جهت استفادهش. خب بفرمایید که این موضوع از نظر اقتصادی برای فروشگاه مثل سوپرمارکت ها و دیگران امکانش هست یا که هزینه خیلی سنگینی داره؟
نصب دربای اتوماتیک. خواهش می‌کنم. به رغم میشه گفت هزینه های متفاوتی که روی این درب اتوماتیک هست، درب اتوماتیک شیشه‌ای خصوصا که تخصص فنی ماست، البته انواع درب اتوماتیک یکیش هم میشه کرکره‌های برقی و شیشه‌ای تمرکز دقیقاً آنچه که مجال صحبت من و حضرت عالی هست، انواع مکانیزم های خاص رو توی حوزه های خاص میشه استفاده کرد. در حوزه بله سوپرمارکت ها و حتی فروشگاه های خاص، بنگاه های خاصی که الان فعالیت دارن در زمینه تأمین مایحتاج روزانه که خب اجازه بدید من اسم نبرم، بسیاریشون به خاطر هم سیو انرژی، هم تردد مطلوب، هم بهداشت فردی و محیطی نه تنها از این سیستم ها استفاده میکنن، بلکه با یه صرف هزینه اندک میشه گفت با توجه به کیفیت که های اهمیت میتونن بارها و بارها از شما دعوت خواهیم کرد که حجم. توی برنامه‌های تصویری ما و همطور غیر تصویری ما حضور داشته باشیم. یک سوال بکنم و بیشتر شما رو خسته نکنم. اونم اینه که آیا در زمینه صادرات به کشورهای همسایه برای دربهای اتوماتیک شیشه‌ای هم اقداماتی کردین یا اینکه قرار بکنید؟ باعث افتخار سوال ما که از مصاحبت با شما خسته نمیشیم جناب جمشیدی گرانقدر. بله اقدام قبلا شده در حوزه عراق، افغانستان و گرجستان. در حال حاضر با توجه که به این که ما میتونیم بازار خوبی رو در عمان داشته باشیم و سوریه و آنچه که کشور عزیزمون سرمایه گذاشته برای جوانان گرانقدری که آنجا برای حفظ جان مردم جانفشانی کردن، پس یک دین و وظیفه ای داریم بله. که ما اونجا رو و صنعت ساختمانش رو رونق بدیم و بله. به شکل جدی با پیمانکار خاص در ارتباط هستیم و قراردادهای خوبی هم به امید خدا پیش رو خواهیم. سپاسگزارم از شما برای این قسمت. خیلی ممنون. تمنا میکنم. ممنون. و ما در این قسمت از برنامه تماشا میکنیم قسمت دوم گفتگوی ما با محمد اوتاریدیان از زندگی ایشون، از 60 سال تلاششون، 60 سال کار در راه و راهسازی و ساختمان و خاطراتی که از زندگیش دارن. گفته بودن که تهرانی 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 هستن، جدن در جد، و گفته بودن که زمانی که تهران روستا بوده خانواده اونها در تهران زندگی میکردن قبل از اینکه آقا محمد خان تهران رو پایتخت بکنه. اما قبل از اینکه پخش بکنیم قسمت دوم خاطرات آقای اوتاریدیان رو، باز هم اشاره میکنم به یک یادداشت از آقای بهمن دارالشفایی. موضوع از این قرار بود که پسری 21 ساله به اسم شهریار شمس که در دیماه 96 بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به ریاست صلواتی به 6 ماه زندان یا به 6 سال زندان و در دادگاه تجدید نظر به 4 سال و چند هفته زندان محکوم شده. این یادداشت اینطور شروع میشه: من یک زندانی سیاسیم، یک جوان 21 ساله که باید به مدت 4 سال و 1 ماه و 15 روز راهی زندان اوین شوم. و بعد در قسمت دیگر ادامه میده آقای بهمن دارالشفایی که جرم من چیست؟ در حقیقت هنوز هم به صورت دقیق نمیدانم جرمم چیست. من فقط به نداشتن بعضی از حقوق و پایمال شدن بعضی حقوق دیگر اعتراض کردم و از بالا رفتن تصاعدی قیمت‌ها و پایین آمدن رفاه شاکی بودم. نویسنده در ادامه یادداشت می‌نویسه که جرم من همین بود و برای این جرم باید 4 سال و 1 ماه و 15 روز زنده بودن در زندان را متحمل شوم. من یک جوان و 21 سالم. من نیز پدر دارم، مادر دارم، خواهر دارم، من نیز دوستانی دارم و من نیز با دوستانم به بیرون می روم. من هم همانند همه جوانهای دیگری که همسن من هستند،
دختر مورد علاقه ای دارم و من نیز دقیقاً یکی مثل همه شما هستم. این یادداشت به خاطر جنبه های احساسیش توجه من رو خیلی جلب کرده و کلن از مخالفین سرسخت اعزام جوانهای با این سن کم به زندان ها هستیم. همه دوران برای جوانان 20-21 ساله زندان چندان جای مناسبی نیست. نمیدارم چرا مسئولان این جوان 21 ساله رو راهی زندان کردن. در چندین و چند دوره در زندان ها شاهد اذیت و آزار، شاهد رنج های مضاعف این جوانان در زندان بودیم. یک مشکل بزرگی است. باید حتما به یاری شهریار شمس همه اقدام بکنن. امیدواریم که این کار رو بکنند. اما در این قسمت همونطوری که اشاره کردم باید تماشا بکنیم خاطرات مهندس محمد عطاردیان رو که بیش از 60 سال فعالیت کردند در زمینه مهندسی راه و ساختمان و 85 سال عمر پرخاطره دارن. خاطرات ایشان در همه دوران شنیدنی است، از محلهشون در گمرک تا دبستان و دبیرستانشون. دبیرستان آقای عطاردیان دبیرستان شرف بود. دبیرستان شرف در دهه 20، 30، 40 و 50 یک دبیرستان نامدار در تهران بوده. دبیرستان شرف از پیش از زمان رضا شاه یا مدرسه شرف تأسیس شده بوده. این مدرسه خودش پر از تاریخه. در صورت بنشینیم تماشا بکنیم خاطرات محمد عطاردیان رو، به اضافه اینکه در قسمت‌های بعدی شاهد بسیار بسیار مطالب شنیدنی از زبان ایشان خواهید بود. آیه مهندس، رسیده بودیم که شما در محله گمرک خیابان استخر متولد شدید با تعداد قابل توجه برادر و خواهر، و اونجا همونجا شما تا چه سالی زندگی کردید؟ آیا دبستان اونجا رفتید یا نه؟ این باقی که من الان بهتون نشون دادم باقی که بود که مال پدر بزرگم بود که پدرم اینا توش میشستن، بین پدرم و عمم که دو به یک تقسیم کرده بودن. ما این باغ تو این باغ زندگی میکردیم. خانه باغ. عرض کنم که خب باباشم بزرگ بود، میوه های مختلف داشت، ما همیشه بالا درخت بودیم در حقیقت. به هر حال همونجا توی خیابون مخصوص روبرو خیابون استخر یه خیابونی بود به نام خیابان سینا. بله. که دبستان کهنه‌ای داشت به نام دبستان غزالی. دبستان غزالی. بله. این دبستان درست پرپایین هست، ولی اونجا ما درس می‌خوندیم تا کلاس 6 ابتدایی اونجا خوندم. همین دبستان بودید تمام 6 سال ابتدایی؟ بله. من جا عوض هیچ وقت نکردم. بله. دبستان بودین الان از اون هم دوره‌یاتون همچنان با هم کسی رو میشناسید؟ بله. چرا اصلا تا یک دو سال پیش ما هر 3 ماه یه دفعه با بچه های دبستانمون نهار میخوردیم. دبستان غزالی؟ بله. تا چند ماه پیش میخورد؟ چند سال پیش. بعد یه باشه بعضی از بین رفتن، بعضی در گذاشتن، بعضی ها مهاجرت کردن در حقیقت پراکنده شدن. من موفق نشدم دوباره جمعشون کنم. البته این جمع این از سال دهه 20 بوده دیگه. دهه 20 پس از 1322 من رفتم. 22 رفتن دبستان. یعنی موقعی که متفقین در ایران بودن و بله. پس از جنگ و نمیدونم هر چیز. بله. من رفتم دبستان و قبل از اون من رفتم مکتب. قبل از دبستان. قبل از 22. بله. یعنی قبل از سر. بله. بله. 4-5 سالگی رفتم مکتب. من دبستان رفتم سواد داشتم. بله. این خیلی به من کمک کرد. بچه های دبستان جمع می شدن کتاب چهارو می بردن می گفتن بخون. من بله. به هر حال
کار میکردن طوری بوده. از مکتب خانتون هم میتونیم چیزی بشنویم از شما؟ یعنی در واقع شما 4-5 ساله بودین، مثل مهد کودک شما رو فرستادن مهد کودک بوده، مکتب نبود اون وقت. بله فرستادن مکتب خونه بود. این مکتب خونه خانم باجی بود یا اینکه مله باجی بود؟ نه خیلی خانم، خدیجه خانم بود. خدیجه خانم بود. بله ما در حقیقت چیزی که زیر پامون باید بندازیم خودمون میبردیم. بله کتاب اونم مال خودمون بود. اصلا اون موقع این کتاب های الف با آب بار و اینا نبود. نبود بله. قبل از اون الف دوزه بر اندو که در حقیقت اول شروع شد ا ا او ا و ای ب ب ب ب ب ب اینجوری تا یه ما الف بار رو اونجا یاد گرفتیم. بله. و طرز نوشتن فلان. جالب اینجا بود که من وقتی نوشتن رو شروع کردم از چپ می نوشتم به راست. از چپ می نویسیم به راست یعنی چی؟ من به جای فارسی رو از راست به چپ بگیرم، از چپ می نوشتم به راست. کلی با من تلاش کردن که من از راست نوشتم به چپ. در اون موقع در حقیقت خوب دوران سختی هم بود برای مردم اون موقع. بله خیلی دوران سختی بوده ولی حوضش هوای خیلی خوبی بود. بله حالا مال شما که خانه باغ بود و دار درخت و درخت میوه بود و انواعی هم مثلا بیرونم مزرعه و نمیم اینا بود. اینا زیاد خانه پدری من در حقیقت قبلا روبرو شمس العماره اون یه کیچه هست بازار چی میگم اونجا اسمش آدم رفته اونجا پدر خانه پدری من بوده. خیابون ناصر خسرو. تو خیابون ناصر خسرو شما اونجا این طرف بازارچه اونجا بود. از شمس العماره است. روی شمس العماره. حالا بعد یادم میاد اسمش چی. محله قدیم تهران دیگه اونجا. بله. که بعد ناصر خسرو تموم شد بازار و اینا بودن دیگه خیابونه. بله. چیز بود. که حالا شده 15 خب 22 که شما رفتین از اینجا پیش این ملاباجی یا خدیجه خانم شما خواندن نوشتن یاد گرفتید حتما خواندن نوشتن خواندن قرآن هم یاد گرفتید و بعد اومدین وارد دبستان شدید یه آدم باسواد چون اون موقع حتی امتحان میگرفتن کسانی که مکتب خانه رفته بودن خواندن نوشتن میرفتن کلاس سوم چهارم میشستن و شما از اول نشستید خبرو نبود بله عرض کنم که من از کلاس اول نشستم ولی همیشه شوید اول بله. الان هم شاگرد اولین شما تو کارتون بله. بونیم خوب بود از لازم اون وقت چه زمانی کشف کردید که ریاضیاتتون خوبه یعنی علاقمندید من از اول ریاضیات رو بیشتر دوست داشتم دوست داشتی اصولا ببینید من معتقدم ببینید ادبیات شعر ساختار ریاضی داره بله موسیقی ساختار ریاضی داره یعنی کسی که ریاضی میخونه هم بهتر شعر میتونه بگه بله هم بهتر میتونه به اصطلاح آهنگ بسازه و هر چیز دیگر هنر با یه ریاضی داره اصلا بله دوره میفاصل لاسی همشون ریاضی هم در حقیقت تعداد نوسانات هم در ثانیه بله و شما هم جزو شاگردانی بودید که ریاضیاتتون خوبه اون موقع همون 6 کلاس ابتدایی هم خیلی تأثیر داشته یعنی خیلی موثر بوده کسی که ریاضیش خوبه کسی که حالا مال شما که ادبیات و این حرفا به خاطر همون علایق خانوادگی و پدری که شعر میخوند علاقمند بودید هم اکنون هم هستید شما بله میفرماید که روزگاری است که سودا زده روی تو هم خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است چشم شوریده زیباست بخت شوریده بد با شوریده دو تا صفت تعریف کرده یکی برای چشم یکی برای بخت به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم موی آشفته در دلبر زیباست و آشفته ی حال بسیار بده به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم نقد هر عمر که در کیسه پندارم بود کمتر از هیچ
برآمد به ترازوی تو هم. همدمی نیست که بوید سخنی پیش منت، محرمی نیست که آورد خبری سوی تو هم. دست مرگم نکند میخ سراپرده عمر، گر سعادت بزند خیمه به پهلوی تو. عاشق از تیر اجل روی نگرداند و من، لیک ترسم که بدوزد نظر از روی تو. گر بخوانی و برانی به چه بار خواهم گشت، گر بخوانی و برانی به چه بر خواهم گشت. که گرم تیغ زنی بنده بازوی تو. لاجرم خلق جهانت، لاجرم خلق جهانند مرید سخنم، که ریاضت کش محراب دو ابروی تو. سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید، ترک من پرده برانداز که هندوی تو. عرض کنم که چیز خاصی از این 6 سال دبستانی که در دبستان غزالی بودید به خاطرتون هست؟ از یادی بکنیم از مدیرش، معلمش، همونطور که از خدیج خانم الان یاد کردیم، معلمانش، یه شاگردانی که خیلی باشون صمیمی بودین. عرض کنم که البته هستن کسایی که بعدن اومدن دبیرستان شرف با من، هنوز یه چند تایی هستن که از مدرسه غزالی اومدن. از مدرسه غزالی هنوز با شما الان هستن که از اون موقع بودن؟ بله. کیا هستن؟ یه اسم ببرن، یکی دوتشون اسم ببرن. مهندس ارباب ها از اون آرشیتکت، ولی تا آخر دبیرستان هم ما با هم بودیم. از دبیرستان شروع شد تا آخر دبیرستان. بله. حالا مدرسه شرف رو خواهیم رسید. چیزی رو فقط به شما بگم و این بود که ناظم دبستان ما در حقیقت خادم امامزاده حسن بود. آه، همون نزدیکی هاست خواهد؟ خانزاده حسن، همین خیابون قضیه. اسمشون چی یادتون هست؟ خدامزاده. خدامزاده. این ناظم مدرسه تو اون موقع ناظم ها هم خیلی برای خودشون ابهتی داشتن. بله. اصلا خیلی پادگانی مدرسه ها اداره میکردن. بله. نه همینطور خیلی هم سختگیر بود. بله. برای یادم بوده و اگر مثلا خب اونجا محلهی بود که همه جور آدم توش بود و بازی های مختلف میکردن، نمیدونم سقاب مینداختن، تشکیلات میدادن و اینا، یه دفعه کشف کرده بود به عنوان چیز نجس آورد سر صف، فلان کرد، تنبیه کرد طرف و چی کار کرد. چجوری شما مسئول موندین وقت شما تو کوچه هم میرفتین یا نمیرفتین؟ چرا میرفتین؟ ولی مدرسه خودم میمدن دیگه. بله خودتون میرفتین؟ میمدن هیچ وقت کسی نمیگفت، حتی بچگی مدرسه هم خودم میرفتم. خودتون میرفتین؟ منظور سر اینه که آیا تو این بازی های کودکانه محله ها شرکت میکردیم؟ مثل همین قاب بازی که الان اشاره کردیم اون زمان زیاد بوده، ولی شما آدم من با اونا وارد نمیشدیم. پدر مادرم بودم اونا لاتان. آره. من وارد قضیه دیگه چیز بوده ولی... بیشتر دنبال تحصیل، دنبال خانواده ما اینجوری بود دیگه. بله مرزه فرمید فقط چون محله که شما بودید بالاخره محله پر از اینجور حوادث هم بوده. بله. حالا من از مکتبم یه حادثه رو بگم. بله. پدرم یه پالتوی خیلی خوشگل برای من خریده بود. خب خوشگل بود، منم پوشیدم رفتم. داشتم میرفتم یه آقایی گفتش که پدرت یه سفارشی کرده، اینجا بچه بودم دیگه، بیا بریم اینجا چیز بکن. منم رفتم، گفتش که یه چیزی قراره تو جیب تو بذارم، تو درار بده من چیز بذارم تو جیبت. خب گفتم همینجوری نمیشه؟ گفت نه نمیشه. من گفتم لغت درست من پارتو خوشگله با در بودم در دستش، گفت برو این بقاله بگو که من فلان چیزو بده حاج آقا گفته. بله. من رفتم گفت برو پسر به کارت برگشت به مرو نیست، تازه فهمیدم کلا سرم گشتم. خب این اولین کلایی بود که سر من رفته که هنوز فراموش نکرد.